الان حتی تو لایوم، حالا نمیدونم سرعتش خوب هست سرعت هم خیلی، سرعتش خیلی خوبه. خب اگه میخوایی لایوم قطع کن، من یه سرایی رو باید بزنم اونجا. خب میخوایی ولش کن، الان بچه ها من دارن دیگه. بیارم 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 بشینو دیگه، لازم نیست. نه لازم نه، لازم نداره. خب مودم هم بیاد بالا. سی ثانیه. سلام بچه ها، من احتمالاً الان این لایو، البته نه بلش کن دیگه، بعد چیز بعد لایو بس میشم. الان بچه ها اعتراضی نکردن بگن مثلا ضعیفه. خوبه. آره خوبه بچه، سرعت اینترنت هم خوبه. من میخواستم با با نسیم میخواستم لایو بذارم، الان به من پیام داد. آره منزل ایمان هستیم. تمام پیش ما بود که رفت پایین. سلام سلام سحر، خوبی عزیزم؟ مرسی، بالاخره موفق شدیم هم دیگر رو ببینیم. آره آره. میخوای نسیم یه معرفی اول از خودت بکن که بچه‌هایی که شما رو اولین بار توی پیج دارن میبینن یه شناختی پیدا کنن؟ باش حتما. نسیم هستم، نسیم قربانی. بعد مدت تقریبا 7 سال آلمان دارم زندگی میکنم. من زیبا رو تقریبا میشه گفت از 5 سال پیش فکر میکنم اولین بار دیدم و خیلی باهاش آشنا شدم. خیلی خوشم اومد از کلن، از شخصیت و از روشی که داره خیلی پسندیدم. و چون خودم هم تقریبا اینجوری فکر میکنم از جهت اینکه مثلا آدم ها واقعا احساساتشون رو آزاد کنن، رها باشن، صادق و رو راست باشن با هم دیگه، یه خلاصه ارتباط برقرار کردم. ولی مدتی بود که ارتباطم قطع شد تا اینکه دوباره کلیپ های زیبا رو دیدم و خوشحال شدم و گفتم خیلی خوشحالم و دوست دارم که تو گروهتون باشم و بیشتر ارتباط داشته باشم. خب نسیم جون، شما چند سال گفتی؟ چند سالت؟ یه لحظه بچه ها سرسده کردن. من چند سالم؟ چند سالمه؟ 47 سالمه. 47 سالتون. آلمان همون شهر کجا زندگی میکنیم؟ تقریبا گوتینگن، نزدیک گوتینگن هستش. نورتن هاردنبرگ زندگی میکنم، خیلی نزدیک گوتینگن هست. خب بعد زیبا تا به حال دیده بودی درسته یا نه؟ زیبا دیده بودم حتما. دو سال یادم پیش نبوده. نه اصلا یادش نبود. البته خودی که اطلاعات دادم و اینا چون تلفنی با هم چند بار صحبت کردیم، یه خورده یه کمکی یاداوری شد براش ولی نه خیلی زیاد. حالا همدیگر نزدیک دوباره ببینیم، چون من برنامه‌ریزی کردم که بتونم یه به اصطلاح آخر هفته‌ای رو که بیکار هستم برم پیشش، ما حتما دیگه بیشتر یادش میاد. من اون لایو رو برای خودش می‌فرستادم، ولی نمیدونم، گفتم اگه دوست داره خودش هم توی لایومون بیاد. اون سری که برای آره اون سری که رفتی با چیزم بودی، پیش احمد هم رفته بودی درسته؟ اول رفتی پیش احمد. آره چون من با همسرم رفتم، اول احمد اومد به اصطلاح استقبالمون، با هم رفتیم منزل احمد، شب اونجا موندیم، فرداش با زیبا اومدیم من منزل زیبا. افتار خودش باشه اینا رو بگم بهترشون یاداوری میشه براش. بعد دیگه آره منزل احمدم. من ببینم با چیز که بیاد، مهدی که بیاد، بگم با موبایلش یه پیام به زیبا بده، چون براش فرستادم لایو رو شیر کردم ندید. حالا مهدی رفته کار داره، الان اومد میتونم اونجوری آره. بهش پیام بدم. الان همزمان نمیتونم، لایوم قطع میشه اگه بخوام برم. درسته. اتفاقا من دوست اون موقع که گفتی که مثلا من تو راه هستم و مثلا رسیدم پیام میدم، من منتظر بودم، بعد دیگه دیدم چیز نشد و اینا، فکر کردم گفتم شاید به هر حال شاید مناسب نبود اینا، اصلا سر رفته بود داشتم آماده می‌شدم برم بیرون که هم قدم بزنم و هم که خرید بکنم که دیگه خدا رو شکر زنگ پیام دادیم. ما مسیرمون خیلی طولانی بود. اولا که چیز بود، یه 1 ساعت منتظر شدیم، مهدی دیر رسید. بعد که چیز شد، جدای اون مسیرم کلا طولانی بود تا بخوایم بیایم از تهران تا پردیس اومدیم، یه ذره چیز داره، راه نزدیکی نیست. آره واقعا دوری و ترافیکای تهران من یادمه وحشتناک. 2 ساعت من موقعی که میرفتم سر کار اونجا واقعا گریم میگرفت از وقت تو اتوبوس. ببین اصلا تو کار اینقدر خسته نمیشدی یا؟ و
اصلا 8 ساعت کار بود اصلا خسته نمیشد، ولی اون تو 2 ساعتی که تو ترافیک بودی واقعا اشک آدمو در میورد. بعد یه وقتی من فکر میکنم میگم خدا شکر از این واقعا ترافیکا میراحت شدیم از این نظر. نسیم جون دوست داری یه ذره راجع به کارت بگی، راجع به چیزی که داشتی، کارت چی بود، درسی که اگه خوندی، اگه دوست داری. آره من خواهش میکنم، من رشته مشاور و راهنمایی تحصیل کردم، بعد تو زمینه آره تو ایران مشاور راهنمایی تحصیل کردم، ولی خب کارهای مختلفی انجام دادم تو ایران، کار اداری کردم، دفتری کار کردم، کار صندوقداری انجام دادم، بعد درست. تو کار مشاوره انجام دادم، مشاوره معتادین به اصطلاح اصلاح یا تک اعتیاد یا چی میگن اصلاح مصرف مواد به اصطلاح کار کردم. اینا رو کار کردم تو ایران. اینجا که اومدم مدرک تحصیلیمو به اصطلاح فرستادم برای تایید و تایید شد، ولی اینجا بهش میگن به اصطلاح چرا و میشه جزء رشته های مددکاری اجتماعی محسوب میشه. بعد تایید شد و الان یه دوره ای رو گذروندم برای به اصطلاح چیز مددکاری سالمندان. ببخشید من یه تلفن رو کوتاه جواب بدم بعد ادامه میدم. سلام رضا، خوبی؟ میخوای یه پیام به زیبا بده تلگرام؟ من الان که شما با نسیم آلمان تو لایو، اگه دوست داری یا من آره اینستاگرام من داشتم خب داری میخوای من بذارم اینجا برید منم چیز دارم غذا دارم غذا هم میاد نه با اومدی زنگ بزنید اومدی رسیدی زنگ بزنید خب بعد خداحافظ ببخشید سحر جان آره بعد یه چی اومدم اینجا الان به عنوان به صلاح بهش میگن مددکاری سالمندان هستش. خب یه مثلا توی به صلاح خانه سالمندان به افرادی که سالمندان همینجوری کمک میکنم، تو مثلا غذا توضیح کردنشون، پیاده روی بردنشون، لباسشون رو مثلا حالا بخوام مرتب کنن، دکمه شد ببندن یا نمیدونم فلان، مددکاری سالمندان انجام میدن. بعد کارم شیفتی هستش، بعد شیفتی هست به این صورتی که مثلا یه وقتایی بعد از ظهر کارم، یه وقتایی صبح کارم، بعد یه وقتایی هم که مثلا یه آخر هفته ها کار میکنم، یعنی شیفتی کارش متاسفانه آخر هفته هم داره. آره بچه هم داری؟ نه بچه ندارم. بچه ندارم. خب اون سری که رفته بودی زیبا رو دیدی چطور بود برات؟ اگه دوست داری راجبش صحبت بکن برای بچه ها. حقیقتش من از طریق یکی از کلیپ های زیبا زیبا آشنا شدم، یک کلیپی رو دیدم و اون زمانی بود که من دقیقا خودم تو فاز چیز بودم، مثلا مطالعات زیادی میکردم تو زمینه عرفان، مطالعه میکردم تو زمینه روانشناسی، چون رشتم مشابه تو زمینه روانشناسی اینها خیلی کار میکردم. و این لایو زیبا رو که دیدم در ارتباط با یه رقصی بود که به اصطلاح فکر میکنم اون موقع خواهرش که تو آلمان هم پیشش بود، یه رقصی بود ازش دیدم فوق‌العاده شیفته شدم. بعد همون موقع براش پیام دادم توی اون چیز که به اصطلاح من خیلی خوشم اومد. میگن یه تیکه شعری هستش که میگه رقصی چنین میانه یه میدانم آرزوست، دقیقا چیزیست که تو ذهنم بود، برای اینکه رقص برای من خیلی مفهوم داره، یعنی در واقع رها شدگی، در واقع بیان احساساتت و چی میگن همسو شدن با جریان هستی، برای من خیلی مفهوم داره. خلاصه خیلی شیفته این رقص شدم، همه این مقدمه شد که من بهش پیام دادم. بعد باید میرفتم گفتش یه چیز بود فکر کنم توی یه جای پرچم ایران هم دقیقاً اون فکر میکنم دقیقاً نیست، اگه اون بوده اون خواهرش اون گیزینگ بود اونجا وایساده بود. به هر حال یکی بود که داشت اون میرفتید، یه کسی بود پیشش اونجا، یعنی با فاصله وایساده بود. بعد به هر حال من اونو نمیدونم، ولی خودشو به هر حال پیام دادم، خیلی به اصطلاح خوشم اومد. بعد گفتش که چیزه قرار گذاشته بودیم که همدیگر رو ببینیم، از طرفی هم من باید میرفتم هامبورگ برای اینکه از شهری که به سلام از زندگی میکنم گوتینگن تا هامبورگ تقریبا
یک ساعت، دو ساعت. من زیبا رو ندیدم، اگه تو لایو اومده برای من ریکوست بده. من الان بچه دیدم تو کامنت ها نوشتم، برای خودم ندیدم چیزشو. آها نمیخواد باشه. خب هیچی. آه یه دقیقه، چون از این بر چیز داره بهش مسیج میده. اوکی. خب بعد اگه میخوای تو بیا. آره بعد خلاصه هیچی دیگه. بعد دیگه قرار گذاشتم چون هم کار داشتم، گفتم میخوام بیام. گفت باشه میتونی بیای پیش من، اینجا هم همدیگر رو میبینیم، همین هم که کاری تو داری انجام میدی. که دیگه به صلاح این شد که من رفتی به وسیله چند سال پیش بود احمدم آشنا شدم، تقریبا دقیق نمیدونم ولی 5 سال پیش، یا شایدم 5 سال پیش بود، چون تازه 2 سال بود من اومده بودم اینجا. 5 سال پیش بود، دقیقا 5 سال بود. تو یادمه که در مورد زبان صحبت کردیم و اینا، فکر کنم دقیقا یادم نیست، 1.5 سال بود، 5 سال، 2 سال بود، نمیدونم، که تازه اومده بودم. بعد گفتم بهش که مثلا صحبت سر زبان شد و اینا، یه تشویقم میکرد، میگفت نه خیلی خوبه ولی توی مدت کوتاه زبان بد نیست، خوبه نمیدونم فلان. ولی از اینجا میفهمم که اون زمان، زمان خیلی تازه من اومده بودم اینجا. جان هیچی، من دیگه چیزی نگفتم. آره خب چقدر خوب. بعد الان دوباره میخواستی من چیز بشی، باش بری و زندگی درمانی داشته باشی. حتما، چون خیلی دوستش دارم و خیلی افکارش رو دوست دارم، خیلی گفته‌هاش و جملاتش و آگاهی‌ها، اطلاع رسانی‌هایی که داره برای من خیلی به اصطلاح پر انرژی، یعنی خیلی انرژی دریافت می‌کنم. ببین چی باعث شد که توی این 5 سال که مثلا حالا از آخرین دیداری که باشون داشتی، چی باعث شد که چیز نکنید دیگه، دوباره ارتباطتون برقرار نشه؟ یه سری مشکلاتی پیش اومد برای خود من که به اصطلاح در ارتباط با همین کارم بود و بعد دوره‌هایی رو می‌گذروندم و زبانم رو کامل می‌کردم و اصلا کلا فازم تغییر کرد دیگه. اون به اصطلاح از اون تو فضای مطالعاتی که داشتم و به اصطلاح تو فضایی که بودم خارج شده بودم، چون خارج شده بودم دیگه. بعد آنزمنا شماره تلفنم هم مرتب تغییر می‌کرد، چون که تازه اومده بودم. من مثلا یه شماره رو فرض کن می‌گرفتم، با اون شرکت قراردادمون جور نمی‌شد، به هم می‌خورد، یا مثلا دیگه من نمیرفتم تمدیدش کنم، یا همینطور مسئله پیش میومد دیگه. به هر حال ارتباط قطع شد، تا اینکه من چند وقت پیش یه کلیپی ازش رو دوباره به دستم رسید، این یه جرقه شد که دیگه دوباره اومدم تو گروهش پیداش کردم تو اینستاگرام. چیزی نبوده مثلا بگی اختلافی یا چیزی نبوده؟ اصلا توی این مدت خیلی جالبه، وقتی من برای زیبا جزئیات رو تشریح میکردم براش جالب بود که من جزئیات رو یا خاطرمه. علتش هم این بود که همیشه در ذهن من زنده بود، میدونی؟ یعنی اونطور نبود که بگم مثلا یه زمانی بود، یه دیداری بود، تموم شد و رفت. یعنی گفته‌هاش یا مثلا صحبتایی که میکرد، چون آخه کتاباشم به من داده بود، کتاباشم گرفته بودم ازش، خریده بودم و فکر می‌کنم 2 یا 3 تا کتاب بود، دقیقا یادم نیست، 2 تا لازم فکر می‌کنم 2 تا بود، دقیق مطمئن نیست. بعد به خاطر آره این دیگه همش تو ذهن من بود. اینجا که دید این کلیپو که دیدم دیگه، در واقع دوباره اون شمعه روشن شد در وجودم، میدونی، دوباره تو اون فاز قرار گرفتم. الان دوباره کدوم کلیپشو دیدی که میگی دوست داشتی؟ الان یه کلیپی دیگه بود مال همون زمانها در مورد، بذار بهت بگم، بذار نگاه کنم الان. اون گوشم از شد چیز میتره؟ آهان فکر کنم من داری یکی دیگه صبحانه ای فکر کنم صبحانه ای که زده بودیم. آره خب الان دارم یه صبحانه ای به دست من رسید که آره زده رفته بودم بگردم ببینم کدوم کلیپ بود، اون کسی که مثلا تو یه صبحانه خوردنی بود، یعنی یه صبحانه خوردنی بود که داشتن تو صبحانه میخوردن و در ضمن اولش یه رقص قشنگی انجام دادن و بعد این موزیک خیلی زیبایی گذاشتن، رقص قشنگی انجام دادن
و بعد صبحانه خوردم و توی صبحانه خوری پاسخ سوال ها رو میدادم. بعد اینجا بود که دیگه میگم این وسیله شد که من رفتم دیگه سریع پیدا کردم. میدونی که این روزا نمیشه کسی رو گمش کنه، یعنی میشه راحت پیدا کرد. دیگه تو صفحه‌هاشون رو یکی یکی پیدا کردم و به صلاحت شدم و پیام دادم، چند تا پیام فرستادم، هم روی تلگرام فرستادم، هم روی واتساپ فرستادم. دوباره وقت احیا شد. ما الان با بچه‌ها اومدیم خونه چیز، دوست دارم مهدی و ترانه رو بهت نشون بدم. اومدیم خونه ایمان. مهدی نمیتونم بشناسی یا نه؟ سلام. سلام مهدی، من اتفاقا چند تا کلیپ ازت دیدم. آره چند تا دیدم. آره خوبی؟ خوش گذشت تهران؟ آره خوب بوده. اینجوری بشنم که خدا رو شکر که خوش گذشته. آره بچه‌ها آره. خیلی لطف. خیلی خوبه خدا رو شکر. آره من نسیم هستم، شنیدید صحبت های منو دیگه نه؟ داشت گوش میداد. آره حالا بیشتر هم دیگه هم گروه هستیم و میبینیم و میشنویم. آره موازدم اونو قطع کن که صداش نوز نیفته. ترانه سلام. به به سلام ترانه خان. نسیم هستم الان منو قشنگ. خوبی شما؟ مرسی. خوشحالم میبینم. من هم همینطور. تهران هستید شما دیگه نه؟ بله. آخ خدا را شکر. یکی از شماهای تهران. آه. اطراف. خب خیلی هم عالی. خدا را شکر. خوشحالم که میبینم اتون. بیم خیلی. بیا افتخار داد اومدیم. سلام هستیم جا. سلام. احوال شما. خونه خوبی. ایمان. ایمان. مثلا این دوست شما آقا البته توی این فاصله تا که آدم نمیتونه خیلی چیز بکنه هم، یعنی بیشتر هم دیگر بشه، اما تو گذر زمان بیشتر هم دیگر رو میبینیم و آشنا میشیم. انشاءالله. خوشحالم که با گروهتون آشنا شدم. خیلی خوشحالم که با گروهتون آشنا شدم. آرز زیبا هم اومد. وای 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 ایمان نسیم را نه من نسیم و من چرا نداری چرا دیگه کنارت نسیم؟ خب اشکال نداره. نسیم منو میبینی؟ آره من میبینم زیبا جان. بح بح ایمان چه خوشگه ایمان. بح بح چرا بیا چه بیا بیا نسیم باعث شد مرسی وای وای خوب ایمان توی دو تا از ویدیو مسیجام البته اومد توی ماشین که بود. آفرین یکی رو دیدم یکی. بله خب یه ذره چیده نسیم چطوری نسیم؟ خوبم خیلی مشتاق دیدار، خیلی زیاد مشتاق دیدار. به به میای دیگه دوازدهم میای حتما 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 اومدم میام. تجربه خودت هم با احمد بگو سحر بشنوه بچه‌ها بشنون. آره یه کوتاه گفتم البته اون موقع هنوز به اصطلاح لایو با تو برقرار نشده بود. بعد گفتم که ما موقعی که اومدیم به اصطلاح هامبورگ احمد اومد استقبال ما، بعد چون با قطار رفته بودیم و اتوبوس، بعد دیگه اومد استقبالمون، با هم رفتیم خونه احمد. اونجا تو هم البته ما رفتیم، وقتی که رفتیم یه چند دقیقه فکر کنم یه نیم ساعت بعدش تو رسیدی، یه غذای خیلی خوشمزه برامون درست کردی. بعد با هم دیگه غذا خوردیم. آره از بود. بعد دیگه ما اون شب اونجا موندیم منزل احمد. فرداش بعد از صبحانه، صبحانه خیلی خوشمزه‌ای که با هم خوردیم که من هرگز اون صبحانه رو یادم نمیره. خونه احمد. خونه احمد. بعد چیزه. آره. اونجا اصلا من خیلی چیزا یاد گرفتم. چون آره خونه احمد. چون صبحانه خوردم من خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. و بعد اونو چیز شد. بعد دیگه با هم دیگه رفتیم خونه خودت. که دیگه البته تو همون روز عصرش باید مسافرت میرفتیم. نشونتون دادم. من ترانه ببین این سالاد البته خوردیم ازش دیگه، این سالاد رو ترانه آورده. بعد اون آره اون جوجه کبابم ایمان میخواد برامون درست کنه و دیگه خیلی خونه خوشگلی هم داره. ببین مهدی خیلی خوشانشه زور چلو کباب خورده. آره
میگه زهر از دماغم در آوردی. دماغم در آوردی. زیبا یک ساعت دیر کرد، یک ساعت ما رو تو قلهک نگه داشت، بعد گفت ببخشید. گفتم اگه ببخشید که اینجوری نمیشه. گفت چیکار کنم؟ گفتم چی دیگه، ظرفا رو بشور. گفت ای چه خوب، تازه خوشحال شد. گفتم ظرفا رو بشور بگردم چی میگم. نگاه کن چیزه، یه ساعت البته تو ایمان اولین بار داشتی میدیدی دیگه. خب آره، خوشحال. من رو ایمان اونجا قدم زدیم و قلهک مگس فریداش خوب نداریم. کردنش هم خوب بود. اون یه ساعت هم اون حتما با سیما داشت صحبت میکرد. خب نسیم، مثلا من نسیم حواسم به نسیم باشه که لایو مال نسیمه. پیشنهاد لایو کی داد؟ پیشنهاد قبلن قبلا من به نسیم گفته بودم، به من امروز پیام داد گفت امروز اگه بخوای امروز و فردا میتونم. منم گفتم حالا بگم فردا ممکنه دیگه نسیم بره چیز نشم باش کانکت نشم. گفتم امشب که اومدم خونه ایمان از اینجا دیگه لایو میذاریم. خوشبختانه نسیم ببین از هر لحظه استفاده کردی. خب نسیم میخوای بیای گروه ما؟ آره خیلی دوست دارم، خیلی. آخه دیگه سحر رو داری، دیگه سحر خودش میاره تو رو. چقدر خوشحالم که میای، چقدر خوشحالم که خاطراتی من با خیلی مشترک. خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم و خیلی خوشحالم که مطمئنم تو گروهی که تو پایگذاری کردی با اون اهداف به اصطلاح که خودت داری، به اصطلاح آزادی، خوشفکری، رها بودن، خیلی خوشحالم که عضو این گروه باشم. سهر من توی این لحظه، توی این مدت از مهدی رو صداش میکنی؟ من چند تا نسیم میتونم یه سری سوالم بکنیم از مهدی ببینیم که چجوریه؟ حتما. ترانه و امید یکم ایمان. آها آره حتما. بابا انقلاب حالا میخوای من چون الان باید میرفتم بیرون، من ازتون خداحافظی میکنم. برو. ولی خیلی خوشحال شدم، ایشالله به زودی دوباره همدیگر رو ببینیم. باشه، مرسی، قربانت، خدا نگهدار، خداحافظ. مرسی. خب الان چیزه ببینیم مهدی تو چرا یه ساعت دیر کردی؟ کجا بودی؟ من توی ایستگاه مترو بودم. یعنی توی مترو بودم. آها آها، یعنی تنها خودت بودی؟ آره منو گذاشتن چیز ایستگاه ترامپاس. آها پاس منو گذاشت، نقشه زدم باید میرفتم خط دیگه. آها اشتباهی رفت. آها درست رفتی ولی یه ذره طول کشید. آره. آها خب حالا چرا اون شوخی که کردی گفتی از دماغت در اومد و اینا چی بود؟ اون بگو. قبل لایو چی شد؟ قبل لایو. بعد لایو؟ آره گفتی اسکرین شات ها رو بفرست و اینا این کار انجام بدی یا نه. آها من فرستاد اول دیدم وقتی آخر بدادم گفتم ذهنم بود کاش نمیگفتم و اینقدر حساس نمیشد. بعد در واقع خوب شد، در نهایت خوب شد. بعد چرا الان میگی از تو که باید خوشحال باشی که چنین کاری کردی؟ آخرش خوشحال شد. این وسط ها بحران ها باعث شد یه ذره معدت این ور اون ور بشه، گشنت بشه. الان این جوجه کباب رو بخوری؟ پس این دلیل داری این جوجه، دو تا جوجه کباب اونجا که ولی این خانومه سیما دیدی؟ سهر دیدی سیما رو یا نه؟ چه جمع خوبی هستی. نه من سیما رو ندیدم دیگه. سیما که باش نیاورد دیگه، پس ندید. امیدوارم که این ارتباطتون برقرار بشه و بعد دیگه خانم سیما هم که گفت من خیلی از نظر اقتصادی وضعم خیلی خوبه، خب بیا تو اب نداره تو پروژه‌های مختلف تو کمک کنه. همون کتابا رو به سیما رو زیبا، سیما رو من دیدم وحید گفته بوده مثل که از کسایی بودی که تو اینستاگرام بعد میگفتم. من دیدم نه اصلا نگفتی اینا. یه سری که مشخص شد که پسرش مثل که اینستاگرام دستش بوده،
اون احتمالاً یه حرفایی زده، چون گفت من یه همچین حرفایی نمیزدم، احتمالاً پسر چون غیرتی بود. خب آره منم اول بار بود. بیار بالا سیما، اومد بیارش بالا، بیارش بالا، ترانه بیا جلو. ترانه چقدر ماهه ترانه، چقدر دوست داشتنی هستی. آفرین آفرین. خب ترانه مرسی، مرسی که اومدی. ببین یه تکیهگاه بزرگ هستی برای سیما. بیا ببین مرسی سیما، ما که ندیدیم. بفرما بیا خانم سیما. سیما میگه که مهدی میگه اون وسط یه ذره دوچار بحران شد دیگه، ولی خب خوبه، تو خیلی خوب منیج کردی، خیلی خوب با مسئله کنار اومدی، ازت ممنونیم. خیلی خوب لایو خیلی خوبی شد سهر، هم با نسیم هم با سیما هم با همیشه لایو خوب میشه. بیا تعریف نکن. چرا تعریفش به جا بود دیگه، خدای لایوام چی با خیلی خوبه واقعا میگم. باشه ما داریم الان از این لایو تعریف کنیم، باید بزنیم تو ذوق. خب شما خوبی؟ آره خوب چیزه دوره همی خوبی. آره مرسی، شما بیایی تو دوره همی های ما. ما فردا تو کدوم طرفی سیما؟ پیروزی. سحر پیروزی نزی. ببین من فردا خونه یه چیز میخوام برم، خونه سپیده، اون کیان شهره، کیان شهره فکر کنم خیلی نزدیکه به شما. حالا اگر دوست داشتی منم پیروزی هم، من خیابون ایرانم، یه نمیدونم بلد باشی نسیم جون، من بچه خیابون ایرانم. آره سیان خیابون ایران منطقه منطقه دوازده هستین شما، پشت مجلس. بله چه زن میدونم کجاست. آره تو شرقی دیگه سیما، تو شرقی. به هر حال من که الان تو هامبورگ هستم الان یه من بهتر. پیروزی پیروزی دیگه شرقی دیگه. خب این فردا به چیز نزدیکی برو خونه سپیده. الان سپیده خودش سپیده میخوای بیای سپیده رو بیار بالا. سپیده رو بیار بالا. خیلی سپیده بیار تو یه خانم. فردا من یه قراری دارم تا دو سه وقتی دکترم. بعد از دکتر بیا اونجا. نه من بعد از ظهره. آخه من یه محدودیت هایی دارم به خاطر پسرم، ممکنه نشنم. حرف دلتو بزن، بگو نمیخواد اشکال نداره، یا بگو یه وقت. نه نه حرف دلم خواستنمه، ولی به خاطر پسرم نمیتونم. همون پسرت که فردا بیرا میگه. ایمان میگه، ایمان میگه خب تو لایف که اومد بیا اینو خودت بشه. ایمان تو لایف که اومد. سلام. سلام خوبی؟ خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ میگم تو میگی به خاطر پسرت، ایمان تو لایف که اومدی. خب بله. ایمان تو لایف اومدی چه ربطی داره؟ نفهمیدم. اگه محدودیت داری محدودیت داری. آها آها میگه اگه محدودیت داری تو لایو اومدی دیگه. پسر چند سالشه؟ 25. خب بعدش پسر تو پسرت هم بیاد. ما بچه ها هستن دیگه. پسرت ایمان میاد، مهدی میاد، منم. نمیاد. خب نیاد اون بمونه اصلا. اگرم میخواد این ما هیچ اصراری نداریم. یه بسی که یه ذره خیلی دیکتاتور میکتاتوره نه؟ بله بله بله. خب بله رو من خیلی تسلط داره. خب بعد با آقا وحید من صحبت کردم. زیبا خانم اسمی چیه؟ چند دقیقه پیش با آقا وحید صحبت. اسمش چیه؟ علی. علی. بعدش شما با علی تنها زندگی میکنی؟ بله. خب بعد خودت چند سالته؟ من 1350. 50 میشه 40 سال. بله. نه 50 سال. 50 سالته. بعد یه پسر 25 ساله تو رو اینجوری مثل قیمه شب بازی میگردونه؟ اینستا دستشه اینا. خب همون بمون اصلا تو خونه بذار دوتا هم تو سرش بزنه. ولش کن بابا،
بلش کن. منو بزنه؟ آره تو سر تو بزنه، دو تا دیگه هم بزنه. حقم آره. درست میگید. بعدم اومد. چون بد تربیت کردم. بعدم اومد. نه درست میگید. هر چی بگید حق دارید. آره. چون درست تربیتش نکردم. امروز که اومدی اونجا، امروز که اومده رفتی با مهدی، به خاطر این میترسیدی عکس نگیری به خاطر علی؟ خوب شد پس اومدید گرفتیم. اینستاگرامشو بده، اینستاگرامشو بده. مرتی که قول داره عوضی جانم. خیلی به حال عزیز اولاد زیبا خانم. از داعش بیشتر میترسی یا از دیکتاتوری خانواده است یا چی؟ برو، من حوصله ندارم بشنوم اینا رو. من میرم. چشم. نه من میرم، شما باشین خانم. سر جان زیبا خانم بیاد، من میرم. نه دیگه، حالا لایومونم چیز میشه، لایومونم میتونیم ادامه ندیم، ولی به نظر منم خب بیا بگو به ترانه رو تجربه. من الان پسر 28 ساله دارم. ببین ماست سیما بگیریم. آره. سیما جون ببین، ما اینجا توی دوره همیان کار خلافی نمی کنیم، ما فقط اینجا هستیم گره از همدیگه باز. چی؟ مثلا ببین یه سری صحبتای زیبار توی لایواش دیدن، کتاباشو حالا مثلا شاید جستگاه گریخته خونده شده توی لایواش شنیدن، اون زندگی نامه زیباست. زیبا پرده از همه چی خودش برداشته. مطمئن باشید ما هم هر کدوم تک تک بخواییم پرده هامونو بزنیم کنار، خود واقعیمون رو نشون بدیم، خیلی اصلا وحشتناکی. مثل روز قیامت که میگن پرونده میدن دستتون، همه چی میاد همه میبینن. زیبا الان داره توی این دنیا خودشو به این شکل نشون داده، هر چی که بوده و نبوده رو عنوان کرده. دلیل نیستش که ما پیرو به همه مسائل زیبا باشیم. ما انرژی میگیرم، من الان خودم به شخص از زیبا و بچه‌های دور و برش انرژی میگیرم، از گروه انرژی میگیرم. باطی یه سری مسائلی که حالا چالشه میگیشم، اون انرژی که باید بگیرم و میگیرم. پسر منم اینو میدونه، دریافت کرده. زیبا رو تا اوایل من زیبا رو اصلا مخالفش بودم، کم کم خودم لایواش رو هی دیدم، کتاب خونیاش از طریق وحید بود، آمهدی بود، اینا انجام میدادن، میدیدم گوش میکردم و اینا. برای خودم آخر سر به این نتیجه رسیدم که آقا من دارم از زیبا انرژی میگیرم، لزومی نداره من بیام یه سری چیزای منفی. ببین همه اینا که خارج از بودمان فکر میکنن که ما یه گروهی هستیم خلاف عرف کار میکنیم، خلاف همه چی، خلاف کار در حقیقت یه جوری گروه که افتضایی مبتذلی، در صورتی که اصلا یه همچین چیزی نیست. خیلی روابط سالمی هست بین ما، خیلی روابط سالمه چون صداقت هست، چون هر رابطه ای رو که داشته باشیم توی گروه حالا یا خارج باید بیان عنوان کنیم، ناچارن پس نمی کنیم. یعنی الان شما توی محیطی کار کنی، مثلا یکی بیاد یک کار خلافی انجام بده، شما بیایی بری به رئیس اون اداره بگی، به گوشش برسونی، یه جنجالی میشه اداره. ولی وقتی که بدونی که هر کسی موظف اینه که هر کی خلاف کرد بره به مدیر بگه، به اون مدیر اداره بگه، هیچ کس ناچارن اصلا خلاف نمی‌کنه. اگه کل دنیا اینجوری بشن که صداقت پیشه کنن، هر چیزی رو یا همون رازنداری رو که زیبا رواج میده داشته باشیم. ما من برداشتم از این قضایا اینه ها، آدم تو لایو میگم، یعنی رازنداری زیبا میدونی یعنی چی؟ یعنی که آقا هر کی هر کاری کرد من میام میگم، کسی به من چیزی نگه. اگر گفت پس شک نکنید گفته میشه همین. اگر همه این روش رو داشته باشیم، همه ترس اینو دارن که آخ آبرون نره، پس خلاف نمیکنن، از کار اشتباه نمیمونن. متوجه چی شد؟ گروه زیبا به نظر من یعنی از تایمی که با زیباست یک ماه شاید نشده، ولی به حدی انرژی گرفتم. خب هر کسی شرط سخت خودشو داره، من زندگی خودم شرط سخت خودم رو دارم که حالا عنوان کردنش لزومی نداره، ولی انرژی گرفتم از بچه های گروه، انرژی میگیرم. در مورد خیلی هم سالمه، خیلی محیط سالمه. اشتباه در مورد من هم همه بوده، ولی یه صحبت های شاید زیبا شنیده شده، مثلا یه دیدگاه ها بنا به فرهنگی که داری، بنا به
ریشه بکنم همیشه از قدیم کردن تو مخ ما یه سری چیزا رو میگیم بعد اون خوبه فلانه، در صورتی که خیلی چیزا شاید بد نمیشه ما بد میدونیم، ولی ما بنا به اون فرهنگ خودمون داریم میریم جلو. ولی زیبایی نقطه یه مثل همون نقطه خودش یه مثالی تو لایو نیستد گفت کعبه یه نقطه اتصال انرژیه. زیبا برای من کاری به کسی ندارم، برای من یه نقطه انرژی شده، ازش انرژی میگیرم. فرسنگ ها دوره از من، آلمانه، من ایران هم، ولی ازش انرژی میگیرم، از یه لایوش انرژی میگیرم، حالا خوب میشه. ببین هر چیزی نشون میده، بکن به گردو شکستن یه موسیقی طبیعت بگیر تو بقیهش، من لذت میبرم ازش. درست میکنم، من قبول دارم فرمایشات شما رو. من یا بیاد خودش تو گروه، من هر کسی که به من انتقاد میکنه میگم بیا تو گروه، بیا تو گروه ببین چیه. شک داری اصلا بر حل نمیشه بر من، اینقدر اومدن تو دایرکت من که تو چرا فلانه، تو چرا توی گروه چرا فلانی. ترانه خانم خب گفتم ببین شما ها تو تفاهم هستی تو تعبیر براتون، بیا تو گروه یه ببینی از نزدیک ببینی. شما درست میگین، ولی اگر چی؟ خب همون نمیخواد، وقتی نخواد آدم محکوم به تنهاییه دیگه. نه ببین نظر من، حالا اصلا من کاری به گروه و اینا ندارم، شما خودت تصمیم بگیر، ولی به نظر من زندگی تو یه جوری نکن که پسرت اجازه داشته باشه به تو بکن نکن بگه. این به نظرم آره، این به نظرم اصلا جالب نیست و فکر میکنم یه بخشیش از قلدری ایشونه، یه بخشی از قلدریش هم به خاطر ضعف شماست. وقتی شما بتونی خودت رو قوی بکنی، اون ضعف رو به نوعی چیز کنی، برطرف کنی، خب اونم هم دکترم رفتم سر جان نتونستم. خب با دکتر با دکتر به نظرم نمیدونم خب دکتر میخواد چیکار کنه. خب گفتش باید باهاش برخورد کنی، اینجوری کنی، پشت در بذاریش. هیچ کدوم از کارهایی که گفت نتونستم انجام بدم. ببین شما همسرت هم در قید حیاته، با شما زندگی میکنه؟ فوت شدم. بعد الان علی پسرت از نظر مالی چیز میکنه توی خونه؟ جان تامینه. آها شما تامین میکنید پسرتونو؟ خودش هم کار میکنه و منم از منم میگیره. بله خب پس به نظر من سیما جان شما خودت باید بتونی که یه ذره خودتو محکمتر بکنی که چیز باشه. بچه تمرکز هم تو هم بزنی، یه ذره بتونی خودتو تغییر بدی که واقعا نمیدونم، من احساس میکنم قدری که شما خود ضعیف برخورد میکنی اونم راحت میتونه به اعمال زور بکنه. درسته، قبول دارم. ولی خب از تنهاییم هم اذیت میشم دیگه. یه موقع مثلا گروه شما رو دنبال میکنم، لایو زیبا خانم رو دنبال میکنم، خب لذت میبرم، همین برام کافیه. من تو گروه شما نیستم ولی همون مشاوره درمانی شما هستم و لایوهای زیبا خانم، همینا به من یه مقدار انگیزه و انرژی بهتری میده که بتونم خیلی از سختی های زندگی رو تحمل کنم. به همین راضیم. حالا با یه سری از بچه هایی که ببین الان شما پیروزی هستی، ناهید بهتون نزدیک، فرشته باز شرق تهران، نارمک بهتون نزدیک، میتونی با اینا مثلا ارتباط برقرار کنی، دیدار داشته باشی، کم کم با آدم های مختلف که دوست داشی هم تنهاییت پر میشه، هم اینی که من احساس میکنم توی روابط اجتماعی قوی تر میشی که به تبع تأثیرش رو توی رابطه خودت با پسرت هم میذاره. انشالله به هر حال مزاحمتون نمیشم. خیلی کار خوبی کردی توی لایو اومدی، خیلی کار خوبی کردی توی لایو اومدی، همین خودش کم کاری نیست. خیلی کسا از اومدن تو تصویر جلوی دیگران وحشت دارن. به نظرم شما همین کاری هم که کردی واقعا قدم بزرگی بود و بعد از اونم میتونی با بچه ها کم کم آشنا بشی و مطمئنم تغییر کنی. انشالله عزیزم، من خیلی شما رو دوست دارم، شخصیتتون و خودتون رو واقعا لذت میبرم. مرسی سیما، شب خیلی خوبی کنارم داشته باشید عزیزم. ممنونم. ممنون شما.
شبتون بخیر، خدافظ. بچه هم مرسی که همراه ما بودید.